درود بر شما همراهان گرامی روزتون بخیر در این بسته خبری با یک موضوع جنجالی و مهم با شما هستیم درگیری شدید عضو مجلس خبرگان و سردبیر روزنامه کیهان خامنه با مشروع این خبر همراه ما باشید در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم درگیری شدید عضو مجلس خبرگان و سردبیر روزنامه کیهان خامنه ای عضو هیئت رئیسی مجلس خبرگان روز دوشنبه مدعی شد که اعتراضات پارسال ایران شکست خورده و در صورت شروع موج جدید اعتراضات معترضان توسری خواهند خورد و زیر پا له خواهند شد به گزارش خبر آنلاین احمد خاتمی عضو هیئت رئیسی مجلس خبرگان با اشاره به اعتراضات مردم و ضمن تهدید شهروندان گفت در این جریانات بسیجیان آزار دیدند آن اختشاشات شکست خورد هر اختشاش دیگری که ایجاد کنند تو سری خواهند خورد و زیر پای مردم له خواهند شد احمد خاتمی در سخنرانی خود برای نیروهای سپاه پاسداران و یگانهای فراجا با اعلام اینکه حفظ جمهوری اسلامی از واجب واجبات است مدعی شد که در این جریانات و سیجیان آزار دیدند و جانشان را فدا کردند تا انقلاب از این گردنه عبور کند این اظهارات در حالی بیان شده که گزارش‌های رسانه‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری حاکی از کشته شدن معترضان توسط نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در دوران اعتراضات زن زندگی آزادی است و نیروهای بسیجی در سرکوب ها نقش مهمی داشتند هرچند آمار دقیقی از کشته شدگان اعتراضات بعد از جان باختن یا ژینا امینی در دست نیست اما رادیو فردا تاکنون توانسته هویت بیش از 361 جان باخته را راستی آزمایی و منتشر کند. دیگر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و هرانا شمار کشته شدگان را بیش از 500 تن برآورد کردند. احمد خاتمی در صحبت‌های روز دوشنبه خود با بیان اینکه در طول چهار دهه گذشته خطرات زیادی جمهوری اسلامی را تهدید کرده است گفت بسیاری از این خطرات خطرات براندازی بودند اظهارات سراسر عقده و توحش این مقام معلوم الحال رژیم با واکنش آنی و بسیار تندی از سوی سردبیر سابق روزنامه کیان خامنه ای مهدی نصیری از عناصر ریزشی نظام مواجه شد مهدی نصیری در واکنش به سخنان احمد خاتمی نوشت این شما هستید که زیر پای ملت له و شر مطلقتان از سر ایران برداشته خواهد شد اگر اندکی تاریخ خوانده بودید و حتی اگر با عباراتی چون الملک و الکفر ولا یابقام از ظلم آشنا بودید و این گونه سرمست از قدرت نمی شدید می فهمیدید که این شما هستید که مانند همه نظام های دیکتاتوری و جبار و فقر و فلاکت آفرین زیر دست و پای مردم له و شر مطلقتان از سر ایران و مردمش برداشته خواهد شد احتمالا نوحه های حماسی محرم امثال را هم شنیده که ازاداران حسینی چگونه با اسلام عموی و عباسی شما مرزبندی کردند و در تدارک پس گرفتن حسین از شما و بازگرداندن آبروی اسلام نبوی و علوی برآمدند در همین ارتباط حسین قدیانی یکی از شهرهای شناخته شده بسیجی از جبهه اصولگرایان نیز در یادداشتی نوشت این حکومت دیگر قابل قیاس با حکومت معاویه و یزید هم نیست جنگ اول علی با مفسدین اقتصادی بود یا همون جانماز آبکشهای های همونهایی خواه همونهایی که الان در جمهوری اسلامی وزیر و وکیل و معاون و سردار و نماینده و مشاور هستند علی باهاشون تا حد مرگ جنگید جنگ دوم علی هم با قاستین بود که وسطش مقدمات جنگ با مارقین فراهم شد همون خوارجی که پینه پیشونیشون یک چیزی در مایه متحجرین امروز بود همون خوارجی که درست مثل شما احمق و کچفهم و بیسود و سواد بودن و از دین فقط پوستش رو گرفته بودن همون خوارجی که لوات باجراخهای خودشون رو نمی دیدن لیکن گیرشون روی مدل موی دختر همسایشون بود نه که همین تیف علی رو در مهراب نماز کشتند فتنه بالا بود اما علی باز هم بدون محافظ در بین مردم تردد می کرد لیکن الان کسانی که به قول خودشون غلام قنبر علی هم نیستند صد تا بلکه هزار تا محافظ دارن بچه های نماینده هاشون محافظ دارن آغازاده ها رو میگم شما در حالی اسم علی رو میارین که حکومت محبوبتون حتی با معاویه و یزید هم دیگه قابل قیاس نیست ظالمین واقعی کربلا اگه به وقاحت شماها بودن قطعا مدعی می شدن که سید و شهدا بیماری زمینه داشته و کمی تا قسمتی هم اختلال روانی بعد سنت می آوردن که آخه کدوم عاقلی حجش رو نیمه کار ول می لذا در وقاحت و نیز در حماقت دم و دستگاه محبوب شما روی هر یزید و هر صدامی رو سفید کرده فکر کنم عیب بزرگتر شماها اینه که همه ی جرم و جنایت هاتون رو به اسم علی و حسن و حسین و دین و خدا و پیامبر و اسلام انجام میدین و نتیجهش هم قابل مشاهده است یه روزی زنان همین کشور حاضر بودن کتک بخورن ولی دست از هجاب بر ندارن حالا حاضرن جریمه بشن اما زیر بار حرف زور جمهوری اسلامی نرن آره داداش حکومت بی سوات ها و کشف ها حتی قادر مردم رو که ذاتن دین دوست هستند به لجبازی بکشونه برو آب بکش دهنت رو که علی زور زلفقار رو به تله ها و زبیرها نشون میداد نه نیکاها و مهشادها از مرحله خیلی پرتی و بدبختی اینجاست نفت داری توی این همه بی سوادی و کچفهمی وی همچنین در واکنش به بازداشت نازیلا معروفیان خبرنگاری که در کمتر از 24 ساعت پس از آزادی دوباره بازداشت شد نوشت خدایی پر نشد زندان هاتان؟ روزی نیست که به شب برسد الا آنکه خبر بازداشت تعدادی دیگر از سلبریتی ها، تعداد دیگری از سیاسی ها، تعداد دیگری از دانشجوها، تعدادی دیگر از اساتید و تعدادی دیگر از آهاد همین مردم به گوش ها نرسد. عمدتا هم به جرم تبلیغ علیه نظام، حال آنکه هیچ تبلیغی علیه نظام بدتر از این ضد تبلیغ نیست که رفته رفته شمار زندانی ها از شمار ما مثلا آزادها بیشتر شود. اصلا من یک پیشنهادی دارم برای نظام بهتر نیست خیال خودت را راحت کنی و در اقدامی نچندان عجیب همه ی آن اکثریت کل شقی را که مثل حقیر زبان سرخ دارند زندانی کنی به راستی این همه بگیر و ببند را باور کنیم یا آن سخن آقا را که سند وجود آزادی در جمهوری اسلامی همین است که منتقد علیه نظام راحت حرفش را میزند و کسی هم کاری به کار او ندارد تماشا کنید این بیشباهت جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی دوازده فروردین پنجاب هشت است. نظامی که دیروز به رفراندوم پوز میداد امروز پوز زندان را میدهد البته از حق نگذریم که با این اوضاع اقتصادی حتما در زندان بیشتر به آدم خوش میگذره. علیرضا مکرمی فعال و منتقد سیاسی هم در یادداشتی اینطور به علی خامنه ای زد و بزرگترین مصیبت پیش روی رژیم یعنی باخت صد درصدی در انتخابات بایکوت شده ی آینده رو بر سر نظام کوفت و گفت درباره گناه بزرگ حق و ناس زیاد گفته و شنیده این در بعضی روایات بگونه ای در مزمت حق و ناس آورده شده که گویی برابر با شرک است در مراقی آمده جبران حق و ناس جز با ادای آن میسر نیست و حتی شامل حقوقی که انسان قبل بلوغش ضایع کرده هم می شود. حق و ناس حتی نسبت به شهدا نیز بخشوده نمی شود. با این توضیح تصور کنید بار گناه دستندرکاران تصویب قانون منع اقدام تبلیغی علیه نظام یعنی ماده 500 قانون مجازات اسلامی که به دستور علی خامنه تصویب شده تا کجا پرکشیده است. از زمان تصویب و اجرای این قانون انسانهای بیگناه و آزادیخواه بیشماری به زندان افکنده شدند. حق ابراز نظر و مخالفت آزادانه یک ملت که از بدیهی ترین حقوق ابنای بشر محسوب می شود پایمال شده است حق مخالفت سیاسی که از ملزومات ضروری پویایی جامعه است عملا به قهخرا کشیده شده و اکنون ایستایی و مرگ تدریجی جامعه را شاهدیم که روزگاری دور مهد تمدن جهان بود روزگار حق دارد به داستان ما بخندد وقتی در دیاری هنوز مخالفان سیاسی به طریق قانونی به زندان افکنده می شوند انتظار تولد دموکراسی داریم انتظار بیهوده نوعی خودکشی است ولی ما همچنان به انتظار نشستیم که از بطن ساختاری آلوده تا خرتناق به گناه روزگار تایید صلاحیت مخالفان سیاسی در انتخابات فرا برسد فیلمی که در ادامه خواهید دید پاسخ این سوال را می دهد که به چه دلیل من مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد. ما اگر خودمان جواب این سوال را بگوییم همانطور که آمد قانون منع اقدام تبلیغی علیه نظام پاچه ایمان را می گیرد. پس بهتر است در این فیلم جواب سوال را از زبان خودشان بشنوید. اگر مردم در کشور با آینده امیدوار نباشند در انتخابات شرکت نمی کنند. اگر به نظام خودشون اعتماد نداشته باشند در انتخابات شرکت نمی کنند. اگر احساس آزادی نکنند به انتخابات روی خوش نشان نمی دهند ما مشکلاتی که برای این مردم سیاست های کلان نظام ایجاد کرده ابعاد وسیعتری پیدا کرده داره الانه به اینجا میان جامعه که شخص میگه من اگه بخوام زنده بونه باید اینا رو بندازم کنار من طرفدار اصلاح هستم ولی وقتی که مردم میبینن که آقا تا وقتی که اینها هستن فقر و فلاکت روز افزون میشه تا وقتی که اینا هستن خواست من رو اصلا در نظر نمیگیرن در حجاب اختیاری و قید اینا همفضایی میکنن بعدش میشه که راهپیمایی کسانی که طرفدار حجاب اختیاری هستن کسانی که طرفدار آزادی های اجتماعی هستن این پیدا میکنه در آینده با راهپیمایی کسانی که گرسته هستن کسانی که خونه ندارن چطور میزنن زندگی میکنن کسانی که میرن پشت بام اجاره میکنن کسانی که خانه اشتراکی میگیرن دو تا خانواده توی خونه 70 متری که بتونن زندگی کنن اجاره شد اینا همه با هم دیگه اون موقع میان تو خیابون چرا چون تو این اطراف نداری میگم خواست مردم رو که پایان دادن به سیاست هولناک آمریکا سیتیزی هست بپذیر نمیخوای خواست مردم رو که داشتن کرامت هست که کسی نتونه اینا رو زور کنه برای جا. نمیخوای اینو بپذیری نمیخوای مردم رو در نظر بگیری بعد میخوای مردم مطیع باشن نمیشه مردم با شما باید در حائری شیرازی از روحانیون سابق در مصاحبه خود با عبدی ندیا در رابطه با وضعیت انفجاری رژیم گفته بود مردم را به این نتیجه میرسانید که بین بقای خودشان و شما یکی را انتخاب کنند نارضایتی های انباشته متنوع موجب همافزایی معترضان میگردد کسانی که نیازهای اولیهشان نظیر مسکن و خوراک و دارو تامین نشده در کنار کسانی که کرامتشان نادیده گرفته شده با حجاب اجباری و تحمیل در کنار کسانی که از انتخاب فرد و سلیقه سیاسی مقبول خود محروم شده اند قرار خواهند گرفت حکومت با اصرار بر سیاستهای غلط و ویرانگر مخاصمه با آمریکا در حال نابود کردن نظام است عدم مراعات حجاب به معنای برهنگی و از بین بردن عفت عمومی در جامعه نیست نپوشاندن موی سر مثل نپوشاندن روی زیباست اینها که به عفت عمومی لطمه نمی زدند پوشاندن مو واجب است اما نپوشاندن آن به عفت عمومی لطمه نمیزند بله در همه جوامع از لخت بیرون آمدن یا برهنگی یا پوششی که به عفت عمومی لطمه بزند مانع میشوند اما این ربطی به حجاب اجباری ندارد همراهان عزیز سپاسگزاریم که تا پایان بیننده ما بودید ضمن دعوت از شما برای پیگیری بخشای بعدی خبر از کانال ما خواهشمندیم این ویدیو رو لایک کنین و البته دیدگاهتون رو حتما در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید پاینده ایران